بخش سوم بحث 154 و و م خودمون رو گفتار درباره خشونت رو ادامه میدیم خشونت علیه طبیعت و به بحثی رسیدیم که ما رو به فیبدسکولا اسکولا میرسونه خب فیبدسکولا اسکولا بحثی رو که به خصوص در کتاب اولش از اون سطح کتاب که من مطرح کردم اون هست که بیشتر مورد نظر ماست عنوان میکنه اصولا این هست که طبیعت در مفهوم عامی که مطرح میشه یک ابداع انسانی هستش یعنی اینجا من بارها هم این نکته رو گفتم خود او این مفهوم ابداع رو این مقداری به نظر من از ادوارد سعید میگیره و همطور که ادوارد سعید میگه شرق ابداع غربه و هم میگه طبیعت ابداع انسانه یعنی چی طبیعت ابداع انسانه خب این رو باید درست فهمید چون اگر ما سطحی بخوایم اینو درک بکنیم میفتیم به درک این به معنا به این معنا که ما داریم ذهنی گرایی میکنیم و غیره یعنی چی طبیعت ابداع انسانه پس یعنی مثلا وجود نداره یعنی ذهن انسان این رو ایجاد کرده پس این درختان چی هن؟ این طبیعتی که بیرون شهر به خصوص امروز برای ما که به صورت معاصر زندگی میکنیم طبیعت قبل از هر چیزی شهر چیز ساخته شده است فرهنگ تمام ابزارها تمام اشیاء تمام حتی ایده ها و زبانی است که اینقدر گسترش پیدا کرده که به ما امکان تخیل قدرتمندی میده امکان روایت گذشته رو میده امکان ساخت گذشته رو میده امکان درک گذشته رو میده حافظه رو ایجاد میکنه امکان پیشبینی رو میده امکان آینده رو میده و غیره و غیره خب پس یعنی انسان این هست و طبیعت هم همون درختان و گیاهان و موجودات خارج از شهر رو یا موجودات که اهلی شدن و در جانوران که اهلی شدن و در دست شهری ها هستن هستش و اگر ما بگیم طبیعت ابداع انسانه در واقع معناش این است که طبیعتی بس وجود نداشته یا نداره و اون چیزی که ابداع انسانه همون چیزی است که در حقیقت فرهنگ تعریفش کرده در حالی که خب ما تو ذهنمون میگیم که طبیعت وجود داشته و انسان از طبیعت بیرون آمده خب آیا حرف فیلیپ دسکولا در تضاد با این مفهوم که انسان از طبیعت بیرون آمده نه فیلیپ دسکولا بحثش این نیست که انسان از طبیعت بیرون نیامده هیچ انسانشناسی شناسی نمیتونه بحثش این باشه به دلیل اینکه انسان ها همه از یک بخش بیولوژیک در کار خودشون هم دفاع میکنن طبیعتا کاملا هر انسان شناسی درک میکنه تئوری تطور رو یا اول رو یا تکامل رو و میدونه که انسان چطور از یک شاخه و تباری بیرون اومده که به روی از جانوران میرسه به این جانوران در جنگل زندگی میکردن و حتی ما زمانبندی های نسبتا مشخصی هم داریم از وقتی که انسان ها در روی مثلا درختان زندگی میکردن در شرایط سخت به داخل قارها پناه می بردن یا وقتی سرمایه شدیدی بود و یا برای برخی از رفتارهای احتمالا مناسکی وارد قاره شدن و تا زمانی که آتش به وجود میاد در حدود 700 سال پیش 700 800, 800 سال پیش و بعد که آتش به وجود میاد میتونن بیان روی زمین چون میتونن جانوران رو از اطراف خودشون برکنده کنن و آتش که قدرت ساختش رو پیدا میکنه نه اینکه صرفا کشفش میکنن بلکه قدرت ساختش رو پیدا میکنن میتونن آتش بیافروزن خب این قدرتی پیدا میکنن که هم شیوه معیشتشون رو تغییر میده شکار بسیار قدرتمندتر میشه به دلیل اینکه دیگه میتونن تمام گوشتها رو بخورن و از طریق گذروندن اونها از آتش و هضم کنن در حالی که جانوران گیاهخواری هستن و خب در این حال که قدرت شکارشون بیشتر میشه خشونتشون هم افزایش پیدا میکنه شما ببینید زمانی بود که انسان اصولا نمیتونست چیزی جز گیاه بخوره و ما مسلم میدونیم که در زمانی که آتش هنوز به وسیله انسان مهار نشده بود ساخته نشده بود انسان ها نمیتونستن گوش رو بخورن کمون که امروز هم نمیتونن بخورن و اگر بخورن دچار سو میشن و اصلا نمیتونن حذف کنن نمیتونن بجون نمیتونن این رو له کنن در دندونهاشون در دندونهاشون چه امکانی بهشون نمیده و اون موقع انسان ها اگر هم شکاری میکردن میرفتن به طرف نقاط اون نقاط ضعیف اون جانوری که شکار میشد یعنی روده هاش و غیره که چیزهایی که در اون پیدا میکردن میتونستن بخورن اه... که هضم شده بود تا حدی نه اینکه گوشت او رو بخورم ولی به زمانی که آتش به وجود میاد خب دیگه این دیگه کاملا این شکار گسترش پیدا کنه و رابطه خشونت تر و خشونت تر میشه چرا؟ به دلیل که دیگه انسان ها میرن به سراغ شکار و بعد همزمان با این قضیه چون وارد شکار میشن توانایی های ابزاریشون افزایش پیدا میکنه توانایی مغزیشون هم افزایش پیدا میکنه ارتباطات هم بینشون بیشتر میشه اون پیش زبانی که در خیلی از جانوران هست در اینها قوی میشه بنابراین سازماندهی اجتماعی بین خودشون پیدا میکنن که بتونن شکار رو انجام بدن و بتونن این رو توضیح کنن و غیره بتونن غذاها رو آماده سازی کنن و غیره خب همه اینها باعث میشه که اینها حتی برن به طرف شکار حیوانات بزرگتر از خودشون چیزی که ما در طبیعت اصولا نمیبینیم یک جانوری بره که جانور بزرگتر از خودش رو شکار کنه جا... چون یا بره به طرف شکار جمعی یعنی چون شکار جمعی نیاز به یک سازماندهی داره اینکه مثلا چطور افراد توضیح بشن از چه نقطه حمله کنن چطور حمله کنن و غیره و غیره که خب همه اینها توانایی هست که انسان در این فرایند شکارچی شدن قدرتمند خودش پیدا میکنه ولی در این حال این فرایند فرایند خشونت آمیز هم هست که در نهایت ما رو به چی میرسونه به مدرنیته میرسونه که در اون جانوران رو انسان پرورش میده یعنی اصلا زایش میده به وجود میاره که بعد اونها رو بکشه و مصرف کنه میتونیم ما در یک تمثیلی کشتارگاه ها رو مقایسه کنیم با اردوگاه های مرگی که انسان ها برای هم خودشون درست کرده بودن اگر مطابق مرگ با دلایل ایدئولوژیک و خشونت ایدئولوژیک توجیه میشد در و طبعا بسیار بسیار حادتر بود و به همین جهت هم است که باقی نمیمونه و از بین میره و یا تغییر شکل میده به هر حال مثلا تبدیل میشه به نهاد زندان در شکل حاد خودش اما اون, اون کشتارگاه ها نه تنها باقی مونه بلکه افزایش پیدا میکنه از چشم ها پنهان میشه در پشت پرده میره تا افراد اون فرایند تبدیل موجوداتی رو که مثل ما هستن تا حد زیادی احساسات دارن عواطف دارن و غیره اینها رو نبینه که اینها رو انسان ها تربیت میکنن یعنی زایش در میارن تکثیر میکنن تا بعد بکشن و خوراک خودشون کنن و به این ترتیب یک فرایند بسیار بسیار خوشونت آمیز یعنی اگر ما به همین مسئله فقط توجه کنیم یعنی همین مسئله پرورش جانوران و بعد کشتار اونها برای خوردن که حالا به این بحث در هفته آینده هم خواهیم پرداخت میبینیم که چه چه خشونت وحشتناکی وجود داره و یا به فرآیند کشاورزی نگاه کنیم خب کشاورزی به نظر ما وقتی وارد اون رمانتیسم نگاه انسان محورانه میشیم بسیار بسیار مناظر زیبا رو میبینیم گندمزارها رو میبینیم و غیره و غیره و من حالا خواهم گفت که چطور اینها در حقیقت در حال تخریب طبیعت هستند کشاورزی یک فرایندی است که طبیعت رو تخریب میکنه برای که اون رو تقلیل میده و بنابراین یک فرایند بسیار خشونت آمیزه ما در رابطه با طبیعت هم یک رابطه خشونت آمیزه داریم حالا بحثی که فیبتس میکنه اون میگه ابداع طبیعت دقیقا همینه یعنی اینکه ما اون چیزی رو که میخوایم بهش سلطه داشته باشیم به نوعی تعریف میکنیم به نوعی تعریفش میکنیم که بتونیم این سلطه رو توجیه کنیم مقایسه کنید این رو مثلا با رابطه انسان با مستعمرات رابطه انسان اروپایی با مستعمرات رابطه انسان اروپایی با انسان های بومی که در مستعمرات بودن در اونجا هم این توجیه طبیعی کردن برای اعمال و خشونته مثلا وقتی که فرض بکنید که اروپایی های که شما گفتن فاتحان یا کن... کنکستدور ها که میرن به آمریکا قاره رو که خودشون اسمشون رو میذارن آمریکا یعنی آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی جنوبی امروز وقتی میرن اونجا و بومیان رو به شدت به کار میکشن برای کار در مزاره در شرایط بسیار سخت برای کار در معادن اونجا استخراج طلا و نقره و غیره و خب با اینها بدترین رفتار رو هم میکنن و برای این کار که به نوعی به بردگی کشیدن اونها هستش و غیره چون اینها مسیحیانی بودند که به ذهن خودشون بسیار هم معتقد بودن از پاپ اجازه میخوان که آیا ما میتونیم این کار بکنیم یا نه و پاپ هم روی مسئله و کلیسا واتیکان روی مسئله تحمل میکنه و در ابتدا این رو مطرح میکنه که ن... بله چون اینها روح ندارن در حد حیوانات هستن و چون در حد حیوانات هستن هر کاری در موردشون مجازه و این اجازه رو میده البته کلیسا در اواخر قرن 16 نظرش رو عوض میکنه بر اساس گزارش های میسیونری که از آمریکا میرسه و رویش رو میبره به این جهت که مسیحی سازی کنه و غیره و این سیاست رو تغییر میده ولی همیشه ما میبینیم در جوامع انسانی غیر انسانی کردن موجودات که به یک معنی میشه طبیعی کردن انسان ها و این منظور نظر فریدسکولا هست این با منظور هجمونی اعمال هجمونی و اعمال خشونت بر اون اونها هستش بنابراین ابدایی که در اینجا مطرح میشه این نیستش که طبیعت وجود نداره درختان وجود ندارن جانوران وجود ندارن و غیره جانوران درختان و غیره در رابطه با انسان تعریف نمیشن چون اینا اغلب اکثریت قریب به اتفاقشون قبل از اینکه انسانی وجود داشته باشه وجود داشتن عمر انسان حد اکثر چهار میلیون ساله ولی این طبیعت و بسیاری از جانوران اینها همه قبل از انسان بودن به قول لوی استراس طبیعت قبل از انسان وجود داشته و بعد از انسان هم وجود خواهد داشت و بنابراین این ابداعی که انجام میگیره به نوعی با این هدف انجام میگیره که بتونه آنتروپوسنتریزم یا انسان محوری رو توجیه کنه یعنی اینکه چرا جهان باید محور مح خودش رو در انسان پیدا کنه و چرا باید تمام طبیعت تمام جانوران و غیره صرفا در رابطه که با انسان دارن تعریف بشن و در این رابطه هم یک تعریفی باشن که تعریف فایده گرایانه هستش یعنی تعریفی هستش که تا اون اندازه ها اهمیت دارن که به انسان نف برسونن و حتی این رو میبینیم امروز که در گفتمان دفاع از محیط زیست حفاظت محیط زیست اگر دقت بکنیم درست در بحثی که مطرح میشه در این گفتمان میدید که در این گفتمان اون یک بحث خالب وجود داره و اون بحث قالب اینه که ما اگر با این رویمون ادامه بدیم با محیط زیست مثلا درجه حرارت کره زمین اونقدر زیاد خواهد شد که همه انسان ها از بین میرن مثلا چون میدونم لایه اوزون پاره میشه و این باعث میشه که انسان ها نابود بشن ق... قضا کاهش پیدا میکنه و غیر و غیر و میبینیم که در این هم رگه های قوی انتروپوسنتریک وجود داره انسان محوری وجود داره هرچند که مباحث دیگه هم در اینجا مطرح میشه و دفاع از خود طبیعت هم مطرح میشه و این نکته مهم است که در ادامه بحث به اون خواهیم پرداخت